الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان عزيز و ارجمند، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امیدوارم که هر کجا هستید و در هر حالی که هستید صحت و عافیت و نعمت دین و دنیا را الله متعال شامل حالتان بگرداند و در دنیا و آخرت انشاءالله همه من و شما سرفراز و سربلند باشیم. در خدمت شما عزیزان هستم با سوالات و پرسش های شما عزیزان. آیا داماد محرم خواهر زن هست؟ نه، داماد تنها در خونه‌ای که ازدواج کرده، با خانواده‌ای که از ازدواج کرده، از زنان اون خانواده صرفاً با مادر خانمش محرم هست و با بقیه افراد محرم نیست. و پس بنابراین خواهر زن یا خواهر زن برای داماد از نظر شرعی محرم شمرده نمی شود. اگر کسی سحر و جادو شده، ثابت هم شده باشد که طرف سحر شده و سحر پیدا شده و همیشه حرف طلاق بر زبان است، آیا طلاق واقع می شود یا خیر؟ ببینید، اولا در این قضیه چند تا معیار ما داریم. اول این که سحر و جادو ثابت شده باشد. دوم این که ثابت بشود که این حرفی که این آقا زده به خاطر همین سحر و جادو هست، و اگر سحر و جادو نباشد یا اگر نمی بود حالت طبیعی بود این آقا و حرفی از طلاق نمی زد. این مرتبه دوم و مرحله دوم هست. و مرحله سوم باید ثابت بشود و بررسی بشود که این آقا چه حرفی را زده. صرفا به خاطر این که حرف طلاق بر زبانش آورده طلاق نمی شود. به طور مثال، کسی همیشه در خانه، خدای نکرده، همسرش را همیشه تهدید می کند که چنین و چنان می کنم، طلاقت می دهم، من و تو نمی توانی با هم دیگر زندگی بکنم، می خواهی طلاقت بدم، تهدید به طلاق بکنه، این طلاق حساب نمی شود. این تهدید به طلاق در شریعت اسلامی و در عرف طلاق محسوب نمی شود، مگر در صورتی که شوهر دیده و دانسته و با اختیار خودش به خانومش بگوید من تو را طلاق داده ام یا تو طلاق هستی، در این صورت طلاق واقع می شود. اما صرفا به خاطر این که بحث طلاق باشه، حرف طلاق باشه، تهدید به طلاق باشه، طلاق واقع نمی شود. پس بنابراین اگر ثابت بشود که یک فردی تحت تأثیر جادو، هم ثابت بشود که جادو شده و هم ثابت بشود که دقیقا این حرفی که زده و این طلسم و جادویی که بوده به خاطر این بوده که این دو نفر رو از هم دیگر جدا بکنن و این فرد بالفرض هیچ گونه اختیاری از خودش در این زمینه نداشته و نمیخواسته طلاق بده، و این یک بحثی هست که در میان فقها جای بحث دارد. و نظر بنده در این زمینه این است که اگر واقعا ثابت شده باشه که سحر و جادو به اندازه اثر کرده باشه که این فرد رو اختیارش رو از دستش گرفته باشه، در این صورت این فرد در واقع تصرفاتش از نظر شرعی معتبر نیست و طلاقش هم واقع نمی شود. ریش و سبیل رو از ته بزنن جایز هست یا خیر؟ در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم احادیث متعددی هست در صحاح و سنن آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم ترغیب کردند و تشویق کردند به گذاشتن محاسن، که محاسن و ریش بلند باشد. ارخلها و عفلها، این تعبیراتی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم این داشتند. اما در مورد سبیل
رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه گفتن وحف کلمه وحفورا رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه به کار بردن، یعنی اینکه سبیل خودتان را کوتاه بکنید. گرچه یعنی با تیغ زدنش ثابت نیست، اما ممنوعیتی هم در این زمینه وارد نشده، صرفا سبیل رو. اما تیغ زدن ریش از نظر شرعی حرام هست و نگه داشتن ریش واجب شرعی هست. من میخوام نماز یاد بگیرم، از کجا شروع کنم؟ الحمدلله در مورد آموزش نماز بنده یک کلیپ کاملی هست، توضیحات کامل دادم، در پیج هست، هم نحوه صحیح وضو گرفتن هست و هم نحوه صحیح نماز خواندن طبق نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم و بر اساس احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت کامل نماز را توضیح دادم. این کلیپ را ان شاء الله ببینید، مشکل شما در این زمینه حل خواهد شد. اگر پول به نام خدا نیت کرده باشی یکم دیرتر بشه عیب دارد؟ ببینید، اگر منظور شما نذر کردن هست که شما نذر کردی برای الله متعال، اساسا نذر کردن از نظر شرعی عمل نادرستی هست. این که شما بر الله متعال شرط بگذارید که اگر فلان مشکل و حاجت من روا شد، من فلان عبادت رو انجام میدم، فلان مقدار یا مبلغی پول را در راه الله متعال صدقه میکنم، این کار ناپسندی هست و مکروه هست از نظر شرعی. اما اگر کسی نذر کرد، بر نذر خودش حتما باید وفا بکند، حتما واجب هست که بر نذر خودش وفا بکند. اگر مقداری دیر شد و زمانی رو مثلا تعیین کرده بود و در اون زمان نتوانست که این نذر خودش رو وفا بکند، در این زمین اشکالی وجود ندارد، هر وقتی که توانایی داشت نذر خودش رو ادا بکند و بپردازد. و اگر به صورت کلی توانایی پرداخت نذر رو انجام نذر رو نداشته، حکم نذری که انجام نمی شود به هر دلیلی شما نتوانستید که نذر خودتان را وفا بکنید، در این صورت حکمش حکم قسم هست، کفاره قسم دارد. به همان صورت که اگر کسی قسم خورد و سوگند خورد، سوگند خودش را شکست، باید کفاره بدهد. اگر کسی نذر کرد یک عبادتی را و نتوانست که آن را انجام بدهد، حکمش دقیقا همان حکم قسم هست، یعنی کفاره قسم دارد که به 10 نفر مسکین غذا بدهید یا لباس بدهید، و در صورتی که توانایی مالی نداشتید، در آن صورت 3 روز به جای آن روزه بگیرید. چه آیه بخوانیم که اگر دعا یا جادو شده باشیم رفع بشه؟ بهترین مورد در این زمینه سوره بقره هست. اگر شما شک دارید بر خودتون که یا در یکی از افراد خانوادهتون احتمال میدهید که جادو شده باشید، بهترین راهش و روش شناخت سحر و جادو این است که سوره بقره را بخوانید. خودتون یا اون فردی که احتمال می رود که جادو شده باشد، سوره بقره را با صدای بلند بخواند و تلاوت بکند، ببیند که چه آثار و علائمی به وجود میاد، چه چیزی را به اصطلاح در خودش احساس می کند. اگر به صورت عادی تونست که سوره بقره را از اول تا آخر با صدای بلند بخواند، پس در این صورت هیچ گونه علائمی از سحر و جادو در اون نیست و خیال در این زمینه راحت باشد. حکم شخصی که به ناموس مسلمانان بی‌حرمتی می کند و از حدودش خارج می شود و مزاحمت ایجاد می کند، این اخلاق غیر اسلامی هست، برخلاف آداب اسلامی و بر اساس برخلاف احکام اسلامی هست، و چون این فردی باید در ادعای مسلمانی خودش تجدید نظر بکند، نه اینکه کافر شده، منتها مرامش مرام اسلامی نیست، عاداتش عادات اسلامی نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان واقعی آن کسی که ادعای اسلامش پذیرفته شده هست و قول و گفتار و رفتارش یکی هست، آن مسلمانی هست که مسلمانان دیگر از دست و زبانش
آسوده باشند، در امان باشند، به هیچ کسی ضرر و زیان و ایجاد ضرر و زیانی نرساند و برای هیچ کسی مزاحمتی ایجاد نکند. تجارت زمرد چه حکم دارد؟ زمرد مثل بقیه موارد هست، زمرد باشد یا سنگه های به اصطلاح گران قیمت دیگر باشد، فلزات و نقرجات و بقیه موارد باشد، از نظر شرعی هیچ گونه محدودیت و ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد و جایز هست. اسم دخترانه مرسانا یا نمیدونم مرسانا چی باشه، دقیقا من نمیدونم که تلفظ صحیحش و منظور شما چی هست و نمیدونم دقیقا که معنی مرسانا چی هست. به صورت کلی شما وقتی که یک اسمی رو انتخاب میکنید لازم نیست که اسم عربی باشه یا به قول معروف اسم قرآنی باشه. بعضی از مواردی که مردم اسمهایی رو انتخاب میکنند از قرآن اصلا اسم نیست، اسمهایی نیست که در قرآن باشه، یک سری کلمات قرآنی هستند و هر کلمه قرآنی که اسم نیست شما نمیتونید اونو به عنوان اسم انتخاب بکنید یا معنی خوبی رو نداره. پس بنابراین نباید این دغدغه شما این باشد که اسم باید حتما اسم قرآنی باشد و از قرآن اون اسم وجود داشته باشد و احیانا فعلی هست، حرفی هست، کلمه دیگری هست که اسم نیست، شما اون رو بر دختر یا پسر خودتون انتخاب میکنید. معیار این که شما نامی رو برای نوزاد و کودک خودتون انتخاب بکنید این است که معنیش خوب باشد، معنی خوبی رو داشته باشد، بگونه ای نباشد که فردا این کودک شما، بچه شما وقتی که بزرگ میشود در اجتماع و در جامعه احساس سرخوردگی و شرمندگی در واقع نکند. و معنی اسم مرسانا به نظر من اسم مناسبی نیست و من خودم دقیقا معنیش رو هم نمیدونم که چی هست. خب شما سلفی هستید یا نه؟ بستگی داره به این که شما تعریفی رو که از سلفی دارید چی هست؟ منظور از سلفی چی هست؟ سلفی یعنی پیرو سلف، پیرو بزرگان دین. سلف منظور از کی هستند؟ منظور رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب بزرگوار ایشان هستند. اولین مرحله سلف، سلف به معنی گذشتگان، خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، تابعین و تبع تابعین هستند، کسانی که الله متعال به ما دستور داده که بر راه و روش آنها ما رفتار بکنیم. اگر منظورتان این هست، تمام ما اهل سنت و جماعت جزو سلف هستیم و ائمه بزرگوار ما مانند امام ابو حنیفه، امام مالک، شافعی، احمد رحمت الله علیهم اجمعین و همچنین ائمه محدثین، تمام اینها جزو سلف صالح هستند. اما صرفا سلف رو ما به چه خاطر پیروی میکنیم؟ معیار اصلی ما قرآن و حدیث هست. تمام مذاهب اهل سنت و جماعت، تمام مسلمانان باید پیرو قرآن و حدیث رسول الله، فرموده های رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند. ما به خاطر این که دچار انحراف نشویم، به بیراهه نرویم، خودمان را ملزم کردیم بر این که از نظر فکری و از نظر اعتقادی پیرو اصحاب رسول الله باشیم، پیرو تابعین و تبع تابعین و ائمه بزرگوار خودمان باشیم. معنی سلفی اگر این هست، خب همه ما و شما در واقع سلفی هستیم و باید سلفی باشیم. کسی که زیاد در وضو شک می کند که باطل شده یا نه باید چه کار بکند؟ ببینید شما در این زمینه یک قاعده ای رو باید مد نظرتون باشه. هیچ وقت یقین با شک از بین نمی رود. یقین با شک و تردید از بین نمی رود. یعنی چی؟ یعنی این که شما یقیناً وضو گرفتید، مطمئن هستید که الان شما رفتید وضو گرفتید، خب وضو گرفتنتون یقینی هست. اما این که آیا وضو شکسته یا وضو نشکسته باشد، این شک و تردید است. احتمال دارد که شکسته باشد، احتمال دارد که شکسته نباشد. اصل بر این هست که در این صورت شما وضو دارید، وضو شما کامل هست و تا زمانی که یقینی دیگر مانند یقین وضو که یقین دارید که وضو گرفتید
تا زمانی که یقین پیدا نشود که وضویتان شکسته، آن یقین یعنی وضوی شما کماکان بر حالت خودش باقی هست. هیچ یقینی با شک و تردید از بین نمی رود. و بعضی وقتا بعضی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم این شکوه را داشتند، بعضی احساس میکردند که مثلا وضوشان شکسته، شاید دچار وسوسه بودند در این زمینه، خصوصا در حالت نماز. سوال کردند از رسول الله صلی الله علیه و سلم که گاهی وقت ما احساس میکنیم که وضو ما شکسته، در این صورت با این خیالی که در ذهن ما میاد ما چطور رفتار بکنیم، چه کاری را انجام بدهیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم به چنین فردی فرمودند که لا ينصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا. کسی که چنین احساسی کرد، خصوصا وقتی که در حالت نماز بود، نمازش را ترک نکند مگر زمانی که یقین پیدا بکند. یقین با چه حالتی پیدا می کند؟ یا اینکه در واقع صدایی را بشنود، بادی از شکمش خارج شده باشه، یا بویی را احساس بکند. در این صورت دیگه یقینی هست. یعنی اینکه تا زمانی که یقین پیدا نکردید و مطمئن نشدید که وضو شکسته، پس بنابراین نروید، وضو نگیرید، دنبال وسوسه شیطان نروید. اگر دنبال وسوسه شیطان رفتید، این در واقع تبدیل به یک به اصطلاح معضل و مشکل میشه برای شما و نمیتوانید که از آن رهایی پیدا بکنید. همون چیزی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، تا زمانی که مطمئن نشدید وضو شما کاملا صحیح است و نیازی به وضوی دیگر ندارید. از نظر شریعت اسلامی و مذهب حنفی، ازدواج یک خانم حنفی مذهب با پسر شیعه درست است یا خیر؟ ببینید، در این زمینه شما باید نگاه بکنید اون کسی رو که با عنوان شیعه مطرح می شود، شیعه در چه حدی هست. ما افرادی رو داریم که در شیعه، یعنی نامشون شیعه هست، اما خود شیعه هم اونها رو به عنوان مسلمان قبول ندارند، جز کسانی که افراطی هستند، یعنی تمام صفات الهی رو فرض کن که به ائمه بدهند و همون خاصیت و نام و صفاتی رو که برای الله متعال قائل هستند، دقیقا همان رو برای حضرت علی رضی الله تعالی عنه قائل هستند، به طور مثال علی اللهی مثلا باشند. خب این یک بحث جداگانی هست، چون این افرادی رو خود شیعه هم حتی قبول ندارند به عنوان شیعه واقعی. و به صورت کلی چون که تفاوتی در دیدگاه وجود داره، اعتقاداتشون کاملا متفاوت هست شیعه و سنی، و در مسائل اعتقادی قبل از این مسائل فقهی که بحثش یک مقدار خفیفتر هست، در مسائل اعتقادی و اساسیات دین با هم دیگر تفاوتهایی دارن. به این خاطر ما توصیه نمی کنیم که چنین ازدواجی صورت بگیره، زیرا کم در زندگیشون بنابر تجربیاتی که شده و دوستانی که این کار رو کردند دچار مشکل شدن، و هم این که شما در آینده برای تربیت فرزندان خودتون در واقع دچار مشکل می شوید. آیا می شود که لباس کوتاه باشه، سرش چادر بپوشی و نماز بخونی؟ هیچ اشکالی نداره. اگر خانومی در منزل هست لباس راحتی بسرا پوشیده، به خالیشون لباس کوتاه یا آستین کوتاه یا حتی مثلا شلوارک پوشیده باشه، لباس عادی که معمولا در خونه می پوشند، اگر بر روی آن چادر نماز بپوشید و یک لباسی رو که کامل بدنتان را بپوشاند و با آن نماز بخونید، از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی ندارد و نماز شما کاملا صحیح هست. آیا این درست است که قبل از ازدواج ستاره ها رو چک می کنند و اگر به هم نخوره خوشبخت نمیشی و اگر ازدواج بکنند خوشبخت نمیشن؟ نه، چون این چیزی وجود نداره و هیچ کسی، این انسان های فالگیری که خصوصا هستند در کوچه و خیابان، خودشون از همه جا درمانده هستند و خودشون عاقبت خودشون رو نمیدونند و از دین و دنیا زده شدند، اینا اومدن برای شما نشستن فالگیری میکنند آینده شما رو و ستاره شما رو میبینند. نه، چون این چیزی واقعیت نداره و رفتن پیش چون این افراد از نظر شرعی جایز نیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم این رو منع کردند که انسان، یعنی
پیش یک شخص عرافی یا فالگیری برود. این در واقع یکی از مواردی هست که در صورتی که انسان حرف چنین کسی را یعنی باور بکند، معتقد باشد که این فرد از عالم غیب خبر هست، از ستاره و آینده من خبر دارد، این در واقع جزء اعتقادات شرک آمیز هست. نماز قضا، نمازهایی که قضا شده و یادمون رفته چقدر قضا شده چه کار باید بکنیم؟ ببینید، اگر شما نمازی رو قضا شده به این معنی که مطمئن هستید که نمازی رو قضا شده از شما، به طور مثال خواب افتاده باشید یا اینکه بیمار بودید نتونستید نماز بخونید و سستی کردید در اون وقت نماز رو ترک کردید، یا یادتون رفته بود و بعد از چند روز به طور مثال یادتون اومد که من فلان روز فلان وقت نماز رو نخونده باشم، حکمش این است که نماز رو بخونید. هر وقتی که بیادتون آمد اون نماز را بخوانید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من نام عن صلات او نسیها فلیصلها اذا ذکرها. هر کسی که خواب افتاد از نمازی و نمازی از اون فوت شد به علت این که خواب رفته بود یا مشغول بود فراموش کرده بود، حکمش این است که اون نماز را هر وقتی که بیادش آمد اون نماز را بخواند، قضایش را بیاورد. اما نمازهایی که در زمان جوانی عمدن ترک شده باشه، بسیار از علما معتقد هستند که چنین نمازی قضا ندارد. اون رو شما عمدن فوت کردید، یک گناهی رو مرتکب شدید، عمدن نماز خودتان را ترک کردید، الان که توبه بکنید و پایبند نماز باشید همین برای شما کافی هست. اما اگر نمازی را بدون اختیار فراموش کردید یا فراموش کردید یا خواب افتاده بودید یادتون نبوده، این نماز را حتما باید بخونید. اما نمازی را که در زمان جوانی عمدن ترکش کردید و نخوندید و قصد تارک نماز بودید، اون رو باید توبه بکنید و از این به بعد پایبند نماز باشید. عزیزی تقاضای دعا کردن، حتما انشاءالله من بدون این که شما طلب بکنید، من همیشه وقتی که دعا میکنم در یاد شما هستم و همیشه دوستان و عزیزان و تمام کسانی که طلب دعا کردن برایشون دعا خواهم کرد. آیا نماز خواندن در اتاقی که در آن زنی هست که حجاب ندارد نماز قبول هست؟ خب شما که در منزل هستید و یکی از افراد، به طور مثال افراد خانواده شما، جز محارم شما، بالفرض همسر شما، خواهر شما، دختر شما حجاب ندارد، شما در اون منزل یا در اون اتاق نماز میخونید، این هیچ گونه اشکالی نداره برای نماز شما. مهم این که خود انسان، اگر خانمی وقتی که نماز میخواند خود باید پوشیده باشد، حجابش رو باید مراعات بکند، یا اگر مردی هست اون شرایط نماز رو کاملا مراعات کرده، به این که در خود اون اتاق و در منزل در اون جایی که نماز میخواند فرد به اصطلاح فردی باشه، زنی باشه که حجاب نپوشیده باشه، سر و گردنش بیرون باشه، این هیچ گونه تأثیری بر صحت شما، نماز شما ندارد، نماز شما کاملا صحیح است. روزی در پیجتون دیدیم بر درخواست مشارکت در کمک خیریه. ما طلب کمک نکردیم برای اعمال خیریه، صرفا به عنوان یک مبادرت بود از جانب ما که یک بخشی از به اصطلاح صدقه جاریه رو ما تقبل کردیم، پولش رو، و عزیزانی هم که دوست داشتند اعلام کردیم تا یک مدتی، تقریبا چند روزی یا یک هفته بود، که هر کسی که دوست دارد برای مردگان و رفتگان خودش صدقه جاریه رو ایجاد بکنه، یک مقداری رو ما تحمل میکنیم و از جانب ما هست، و یک مقدار و تقریبا حدود تقریبا یک سوم یا از یک سوم بیشترش رو شما پرداخت بکنید و باقی ماندهش رو ما پرداخت میکنیم، که الحمدلله این
قضیه یعنی عملی شد و دوستانی که مشارکت کرده بودند و برای اموات خودشون صدقه جاریه‌ای رو سفارش داده بودند، این انجام شد و مصاحف و قرآن هایی که این سفارش داده شده بود الحمدلله به مساجد و افراد در نقاط و مناطق مختلفی توزیع شد الحمدلله. اگر کسی زن طلاق خورده باشد که فلان کاری رو نکردم و اون کار رو کرده باشد، آیا زنش طلاق هست یا خیر؟ اولا شما ببینید طلاق یک حکم شرعی هست. این که شما طلاق رو به عنوان یک قسم، به عنوان تکیه کلامتون، به عنوان ابزاری که دیگران را فریب بدید و با اون بازی بدید، یا این که به آن قسم بخورید، طلاق به خاطر این نیست. طلاق رو الله متعال مشروع کرده و این حکم را در واقع برای ما جایز قرار داده، برای این که زن و شوهری که تمام راه ها را بر رفته باشند و باز هم نمی توانند که با هم دیگر زندگی بکنند، سازگاری نمی توانند داشته باشند و زندگیشون تقریبا تبدیل به یک جهنم غیر قابل تحمل شده، آخرین راهش طلاق هست. و طلاق هم یک شرایطی داره، هم از نظر زمانی و هم از نظر کیفی، که این مراحل باید طی بشود، صرفا به خاطر این که این دو نفر بتوانند که خودشون رو از این زندگی که غیر قابل تحمل شده نجات بدن. اما این که این قسم را، این طلاق را شما دستاویز خودتون قرار بدید که فلان کار رو بکنم یا فلان کار رو نکنم به جای قسم استفاده بکنید، این از نظر شرعی حرام هست، جایز نیست. و این قسم به طلاق هست، قسم به طلاق یا هر چیز دیگری غیر از نام و صفات الله متعال از نظر شرعی حرام هست. و جمهور فقها در این زمینه نظرشون این است که اگر کسی قسم به طلاق بخورد، طلاقش واقع می شود، ولو اینکه حرام هست، جمهور فقها طلاق را واقع می دانند. نظر من در این زمینه نظر شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه هست و بسیاری از دادگاه ها و محاکم شرعی امروزه در سعودی، در مصر، در سوریه نظرشون بر همین قضیه در واقع هست. فتوا میدن بسیاری از اونها که قسم به طلاق، طلاق نیست و قسم هست و طلاق واقع نمیشه و به جاش باید کفاره قسم بدهن. در چه صورتی نمازهای پدر برای من واجب میشود؟ خواهش میکنم که توضیح بدید. در هیچ صورتی نمازی که از پدر و مادر یا از هر کسی که فوت شده قضا شده باشد، قضایش برگردن شما لازم نیست. یعنی در شریعت اسلامی در این زمینه در مورد نماز هیچگونه توصیه از رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد نشده. در مورد روزه هست، رسول الله صلی الله علیه وسلم بنابر روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمودند که من مات و علیه صیام صام عنه ودی. اگر کسی فوت بکند و برگردنش روزه‌ای باشد، ولیش و وارثش به جای اون میتواند روزه بگیرد یا اینکه کفاره آن را بدهد، فدیه در واقع بدهد برای روزش. اما برای نماز هیچ گونه فدیه‌ای و در واقع قضایی واجب نشده. بر وارث یا بر فرزند ارشد لازم نیست که قضای نمازهای پدر و مادرش را بخواند یا اینکه فدیهش را بدهد، زیرا که در این زمینه اساسا فدیه‌ای ثابت نشده. صرفا شما می توانید که برایشون دعای مغفرت و رحمت بکنید، زیرا که نماز با روزه متفاوت هست. در مورد روزه الله متعال اجازه داده کسی که بیمار هست، کسی که مسافر است، یا زنی که در حالت عادت ماهیانه هست اجازه داده که روزه نگیرد، یا زن در حالت عادت ماهیانه نفاس نباید روزه بگیرد. اگر بعد از آن فوت بکند این روزه برگردنش میماند. اما در مورد نماز ما چنین استثنایی را نداریم. هر فردی در هر حالتی و با هر کیفیتی در هر زمان و مکانی که باشد، وقت نماز که رسید باید نماز خودش را بخواند. اگر ایستاده بود
بود ایستاده بخواند، اگر می توانست ایستاده بخواند، ایستاده نمی توانست نشسته بخواند، نشسته نمی توانست دراز کشیده با اشاره بخواند. یعنی انسان در هر حالت و در هر موقعیتی باشد طبق شرایط خودش باید نماز را بخواند، اما روزه این گونه نیست. پس بنابراین نماز نه قضایی دارد برای کسی که فوت کرده، یعنی قضایش بر وارث و بر بازماندگانش واجب نیست، و نه اینکه فدیه واجب هست. فقط صرفا شما می توانید که برایش دعای خیر بکنید، دعای مغفرت بکنید و برایش صدقه بدهید. نماز جمعه برای زن روا هست یا نه؟ روا هست یعنی جایز هست، در جواز شکی نیست. اگر در یک جایی که شما هستید، به طور مثال نماز جمعه برای خواهران یعنی جایی رو اختصاص دادن، شما می توانید که بروید در اونجا نماز بخونید، هیچ اشکالی نداره، رفتید اشکالی نداره. اما اگر نرفتید هم رفتن به نماز جمعه برای خانم ها واجب نیست. این تفاوت میان آقایان و خانم ها هست. برای آقایان واجب هست، حتما باید نماز جمعه رو بروند و شرکت بکنند و در نماز جمعه. اما برای خانم ها اگر خواستند و شرایط فراهم بود رفتند، اشکالی ندارد، اما واجب نیست. سوالات محرمانه رو چطوری بپرسیم؟ محرمانه رو دیگه چی عرض بکنم؟ والا اگر که شانس گرفتی در باکس سوال سوالی پرسیده باشید، سوالات محرمانه و خصوصی رو ما خصوصی پاسخ میدیم و به دایرکت هم اگر که دیده بشه، که معمولا یعنی دایرکت چک نمیشه، اما اگر به دایرکت فرستادی و مشاهده شد، انشالله که پاسخ خواهیم داد. چرا پنجشنبه ها میرند قبرستان؟ آیا واقعا منتظر خانواده خودشون هستند؟ نه، به هیچ عنوان. برای زیارت قبرستان پنجشنبه رفتن، برای زیارت قبرستان و اختصاص روز پنجشنبه برای زیارت قبرستان، یا اختصاص روز جمعه یا روز عید برای زیارت قبرستان به زیارت مردگان رفتن، این بدعت هست، هیچ گونه اصلی در شریعت اسلامی ندارد. به صورت کلی زیارت قبور و قبرستان سنت هست، مسنون هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم تشویق کردند که به زیارت قبرستان بروید. بعد از این که در ابتدای اسلام یک مدتی ممنوع بود، رسول الله صلی الله علیه وسلم من فرمودند، بعد از آن فرمودند که الا انی کنت نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها انها تذکرکم الاخره. به زیارت قبرستان بروید که قبرستان شما را به یاد آخرت می اندازد. اما این که شما روز پنجشنبه را یا عصر روز پنجشنبه را اختصاص بدید برای زیارت قبرستان و فکر بکنید که این سنت هست یا یک ثوابی رو داشته باشه یا اینکه مردگان منتظر هستن، نه، چنین چیزی نیست. این التزام مالایلزم هست و یک قاعده در اصول فقه داریم، التزام مالایلزم، یعنی این که شما یک چیزی رو بر خودتون واجب بکنید که در شریعت وجوبی برای اون و التزامی برای اون بیان نشده، این در واقع می شود بدعت. زیارت قبرستان هر حال و هر زمان جایز هست، اما تعیین کردن وقت و زمان خاصی و فضیلت دانستن این زیارت در فلان وقت رو، این در واقع جزء موارد بدعت هست. مادر بنده به عموی بنده شیر داده، آیا ازدواج من با دختر عمه ام صحیح می شود؟ ببینید، شما وقتی که یک قاعده کلی در این زمینه ما داریم، وقتی که این عموی شما شیر خورده، یعنی فرزندان عموی شما با شما محرم هستند، صرفا همون عمویی که از مادر شما شیر خورده باشد، اون در واقع می شود جزء، یعنی دختران اون با شما محرم می شود. اما بقیه افراد از نظر شرعی دیگه محرم نیستند و شما می تونید با اونها ازدواج بکنید. من کارم جمع‌آوری ضایعات هست و اوراقی از قرآن کریم همیشه جمع می‌کنم، چه کارشون بکنم؟
اگر شما در میان ضایعاتی که جمع می کنید اوراق محترمی باشه، نام الله باشه، کاغذ و برگ قرآن کریم باشه، اینا رو باید جمع آوری بکنید در یک جای محترمی، در جایی که زیر پا قرار نمی گیره، دفنشون بکنید. این بهترین راه است. اگر مادر و پدر وصیت کرده باشند که همه فرزندان از همه مال و اموال برابر باشند، درست است یا خیر؟ نه، چون این وصیتی از نظر شرعی جایز نیست و درست نیست. بعد از این که اگر پدر و مادری در حیات خودشون میراث خودشون رو که اسمش رو نمیشه گذاشت که میراث، یعنی مال خودشون رو، اگر پدر و مادری در حیات خودشون تقسیم کرده باشن در میان دختران و پسران خودشون، هیچ اشکالی نداره، به هر کیفیتی که تقسیم بکنند، عادلانه تقسیم بکنند، از نظر شرعی جایز هست. یک فردی به اصطلاح خرجش بیشتر هست، به اون بیشتر بدهند، یک فردی نیازش کمتر هست، به اون کمتر بدهند و عدالت رو به صورت کلی رعایت بکنند، این اشکالی نداره. اما بعد از این که وفات کردند، این اختیار مال از اونها سلب می شود، ولو این هم که به صدا وصیت کرده باشند که دختر و پسر یا تمام وارثان به صورت مساوی از میراث برخوردار باشند، این به صدا وصیتشون قابل اجرا نیست و بعد از وفاتشون برمیگردیم به احکام شرعی. هر کسی که در میراث به صدا سهامدار هست در میراث و سهمش چه اندازه باشه، به همان اندازه به اون داده می شود. یعنی بر اساس وصیت در این صورت عمل کرده نمی شود، بلکه بر اساس سهم واقعی هر کسی که در شریعت براش مشخص شده بر اون اساس تقسیم می شود. اگر کسی مادرزادی بیماری دارد که نمیتواند بچه دار بشود و دکتر هم رفتند و دکتر گفته که نمیتواند بچه دار بشه، آیا میتونه ازدواج بکنه یا نه؟ در این صورت ببینید، یکی از حقوقی که زن و شوهر بر هم دیگر دارند، نمیدونم الان بیننده من دختر بود یا پسر بودند، به هر صورت هر دو این حق رو دارند، هم زن و هم شوهر در زندگی حق دارند که دارای بچه بشوند. اگر یکی از اطراف به طور مثال به صورت کلی یعنی نازا هست، میتونه قبل از ازدواج اینو مطرح بکنه که مثلا این مشکل رو داره. شاید مثلا یک مردی باشه که دنبال بچه نباشه، به طور مثال زن دومش هست مثلا نمیخواد بچه دار بشه و بچه داره در واقع، یا اینکه یه خانومی هست قبلا شوهر کرده بوده و الان نیاز داره که فقط یک شوهری رو داشته باشه و نیازی به بچه دار شدن نداره. در این صورت باید با توافق صورت بگیرد. اما از نظر اصلی اگر که می توانند با هم دیگر ازدواج بکنند، راه و چاره به اصطلاح داره، می توانند بچه دار بشند، خب ازدواج بکنه با هر کسی که می خواهد. اما در صورتی که مطمئن از بچه دار نمی شود، این جزء در واقع یکی از معایب شمرده میشه و قبل از ازدواج اینو باید مطرح بکنه. حکم فروش سیگار چیست؟ از نظر بنده فروش سیگار و دخانیات و ناس و نسوار و تنباکو، تمام اینا حکمشون یکی هست و جز خبایث هستند و جایز نیست و چیزی رو که الله متعال خودش رو حرام کرده، استفاده از اون رو حرام کرده، استفاده از پولش و ثمنش هم از نظر شرعی حرام هست. آیا کوتاه کردن ابرو گناه هست؟ نه، کوتاه کردن ابرو گناه نیست. یعنی این که اگر کسی به خاطر اینکه سنش بالا رفته یا به هر مورد دیگری ابرویش مثلا خیلی بلند شده، به گونه ای که جلوی چشمش گرفته، یا اینکه به اصطلاح صورتش رو زشت جلوه داده، گرفتن ابرو اشکالی نداره.
اون چیزی که از نظر شرعی در این زمینه موردی به اصطلاح داره و حرام هست، گرفتن ابرو به معنی کندن ابرو هست و شکل دادن ابرو هست. اما کوتاه کردن ابرو در صورتی که موی ابرو بلند باشه، این از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز هست. آیا آرایش کردن برای خانم ها حرام هست؟ نه، آرایش کردن برای خانم ها حرام نیست. خانم میدونه برای شوهر خودش نه تنها اینکه حرام نیست، بلکه جایز هم است، چه بسا که جزء مستحبات و احیانا جزء واجبات هم باشه. از نظر شرعی جایز نیست. صرفا اون چیزی که جایز به اصطلاح جایز هست آرایش کردن، اون چیزی که حرام هست این است که زن زینت خودش را و آرایش خودش را برای مردان بیگانه و در انظار عمومی به نمایش بگذارد. این از نظر شرعی جایز نیست. اما آرایش کردن برای در محیطی که خود محارم هستند یا زن و شوهر با هم هستند، این هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی ندارد. یک نفر مریض هست و حوصله نداره حتی نفس بکشه، خب نفس نکشه، مجبوره اگر حوصله نداره نفس بکشه. نفس کاری به حوصله نداره، چه حوصله داشته باشی یا نداشته باشی نفس میاد. آیا عمل بینی عیبی داره؟ عیبی نداره اگر بینی عیب داشته باشد. اگر بینی کسی عیب داشته باشد و مشکلی داشته باشد، عمل کردنش هم عیب شرعی و ایراد شرعی ندارد. اما این که صرفا دنبال تغییر مدل باشه و صرفا یک روزی خودش یعنی یک چیزی مد شده میخواد، یعنی همرنگ مد و همرنگ جماعت باشه و در خلقت الهی بسلا دستکاری بکنه و این در واقع بازی کردن با بدن هست که این از نظر شرعی جایز نیست. کاشتن مو مشکل دارد؟ نه، کاشتن مو در صورتی که نیازی باشه و این در واقع جز بیماری ها هست، ریزش مو و علاجش که همون کاشتن مو باشه یا به صورت استفاده کردن از مواد دیگری باشه، الان کریمی باشه، چیزی که مثلا یا شامپویی که مو رو تقویت بکنه یا دوباره سبب بشه که مو رشد بکنه، هیچ گونه اشکالی نداره. همه این گونه موارد از نظر شرعی جایز هست. حکم آبجو خوردن 8% چی هست؟ نماز قبول هست تا چند روز پلید هستیم. ببینید، اگر منظور از 8% یعنی 8% الکل هست، جایز نیست. تفاوتی نداره که درصد الکل یا مواد مسکننده کم باشد یا زیاد باشد، هر مقداری که باشد. یه قاعده کلی داریم، هر چیزی که مست کننده باشد اون را خمر گفته میشه در زبان عربی. خمر هست و خمر هم حرام هست. و یه قاعده دیگری داریم، اگر یک به اصطلاح شرابی باشه، آبجوی باشه، اگر که شما 20 لیترش رو یک جا بالفرض اگر بخورید مست کننده باشه، همون یک لیوان یک قطرهش هم حرام هست. این اگر زیادش مست کننده باشه، همون کمش هم در واقع حرام هست. تفاوتی نداره که 8% باشه یا کمتر باشه یا بیشتر باشه، وقتی که نشه آور و مست کننده باشه، هر چی شما اسمش رو بگذارید، چه آبجوی اسلامی بگذارید و شراب و نمیدونم فودکا و یا هر اسمی که بگذارید، از نظر شرعی حرام هست قطعا. و تا 40 روز نماز انسان در واقع صرفا همون پایین ترین درجه اش را دارد، یعنی صرفا نماز از گردن انسان ساقط می شود، ثوابش یعنی فرض از گردنش ادا می شود و اگر فرض را نخواند گناه ترک نماز برگردنش هست. معنی این که تا 40 روز نماز قبول نمی شود این نیست که انسان، کسی که شراب خورده
تا 40 روز نجس هست و نباید نماز بخونه. نه، برعکس، باید نماز بخواند. باید نماز بخواند بعد از اینکه آثار مستی از بین رفت. تا زمانی که انسان در حالت مستی هست جایز نیست که نماز بخواند، اما بعد از آن که آثار مستی از بین رفت باید نماز بخواند. نباید صبر بکنه تا 40 روز به بهانه این که الان شراب خورده باشه. نه، باید نماز بخواند، و اگر نماز نخواند این خودش یک گناه دیگری هست. گناه ترک نماز کمتر از گناه شراب خوردن نیست، و معنیش این نیست که نباید نماز بخواند، بلکه معنی این حدیث در این زمینه این است که نمازش ثواب اضافی نداره. کسانی دیگری که نماز میخوانند، نمازشون از یک درجه تا مثلا 27 درجه در جماعت بخوانند ثواب داره، یا خود ثواب اصلی نماز. اما کسی که شراب خورده باشه تا 40 شبانه روز صرفا خود همون اصل نمازش، یعنی کمترین درجه ثواب رو به اندازه اینکه فرض از گردنش ادا شده و گناهی رو مرتکب نشده باشه، این اندازه برایش محسوب می شود. و اگر نماز رو ترک بکنه، در واقع گناه دیگری رو مرتکب شده. دماغ شکسته رو برای زیبایی عمل کردن جایز هست؟ بله، در صورتی که دماغ شکسته باشه، انحراف داشته باشه، عمل زیبایی بکنن از نظر شرعی اشکالی نداره. در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم یکی از اصحابشون به نام عرفجه، ایشون در جنگ زخمی شد و یک قسمتی از سر بینیش در واقع قطع شد. رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور دادند که معالجه بکنند و یک بینی به شکل بینی قالبی گرفتند و از نقره برایش بینی درست کردند. این اشکالی نداره و جایز هست. آیا زن و مردی که دولتی مثلا بدون خطبه نکاح ثبت محضر بکنند، آیا محرم میشند یا خیر؟ اصل محرم شدن در این زمینه، یعنی شرایطش این است که ولی حضور داشته باشه، یعنی برای نکاح که دو نفر دختر و پسر با همدیگر محرم بشوند، اولا اذن ولی شرط هست، باید حضور داشته باشه، اجازه بده ولی، و حتما دو نفر شاهد حضور داشته باشه، و بعد از آن در واقع عقد خونده بشه و ایجاب و قبول بشود در حضور با اجازه پدر یا ولی و در حضور دو شاهد، ایجاب و قبول صورت بگیرد. ایجاب و قبول یعنی چی؟ ایجاب و قبول یعنی این که نماینده دختر، وکیل دختر، پدر و برادر دختر مثلا میگویند که ما دختر خودمون را یا موکله خودمون را در مقابل مهر نمیدونم فلان و بهمان به عنوان همسر به شما دادیم. این ایجاب هست، یعنی همین جمله اول که از طرف به اصطلاح وکیل دختر گفته می شود، خود این رو میگن ایجاب. و اون که پسر میگوید که بله من قبول کردم، این می شود قبول. ایجاب و قبول وقتی که با اجازه پدر و ولی و در حضور دو نفر شاهد انجام شده باشد، این نکاح شرعی هست. و خود اون خطبه عربی خوندن رو و این دعایی رو که به اصطلاح میکنن، دعایی که اصلا وجود نداره برای بعد از نکاح، دعای خاصی وجود نداره که دستها رو بلند بکنند و دعا بکنند، و این در واقع جز مواردی هست که در واقع بدعتی هست که اضافه شده. در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین نبوده. همون ایجاب و قبولی که صورت بگیره با حضور ولی و دو نفر شاهد، اون می شود نکاح شرعی. اگر در هنگام این که شما رفتید محضر این شرایط وجود داشته، خب می شود همون نکاح شرعی. اما اگر هیچ حرفی نبوده، صرفا رفتید مثلا به منظور این که به طور مثال بعضی میگن میخوام که سفت بشن الان برای نمیدونم سربازیشون، یا به خاطر نمیدونم یک مصلحت دیگری میخوان صرفا سفت بشن، و خودشون هم میدونن که این نکاح نیست، در واقع یک راهی هست، یک راه چاره‌ای هست، و یک در واقع صرفا به خاطر این که به یک مصلحت دیگری برسن، خودشون میدونن که نکاح نیست، اون بحثش من این بحث جداگانه هست. اما اگر ایجاب و قبول صورت گرفته باشد، در اون صورت همون نکاح شرعی شمرده می شود.
سوالات محرمانه رو شما استثنان دایرکت بفرست، من انشالله بعد از برنامه دایرکت رو چک میکنم. چت کردن با نامزد جایز هست یا خیر؟ ببینید، اگر که نامزد به این معنی هست که شما عقد کردید، خب زن و شوهر شرعی و محرم شرعی شمرده میشید، در این زمینه هیچ گونه محدودیتی برای شما وجود نداره و جایز هست که با هم دیگر حرف بزنید. اما اگر صرفا نامزد به این معنی که شما اعلام کردید، مثلا به قول معروف یک دختری به نامتون هست و هنوز محرم نشدید، صرفا در حد کلام معمولی و عادی جایز هست که با هم دیگر ارتباط داشته باشید. اما حرفایی که به صلاح مخصوص زن و شوهر هست، در این زمینه برای شما جایز نیست که در میان شما رد و بدل بشه. مهریه دختری رو یک جلد کلام الله قرار داده، الان میخواد که بعد از سالها مهریه رو بگیره. ببینید، مهریه حق زن هست، یکی از حقوق مادی که برای زن هست بر به اصطلاح شوهر واجب هست، همین حق مهریه هست. حق مهریه هم در اختیار خود زن هست که چه مقداری رو تعیین بکنه. هر مقداری رو تعیین کرد از نظر شرعی حقش هست و باید پرداخت بشه. اگر که در کنار این که به اصطلاح مهری تعیین نشده باشه، یعنی به طور مثال دو نفر با هم دیگر ازدواج کردند و مهری کلن بحثی از مهر نبوده، صرفا ایجاب و قبول بوده و عقدی خونده شده و با هم دیگر محرم شدند و ازدواج کردند، ازدواج به طور مثال فامیلی بوده، در صورتی که از هم دیگر جدا بشوند، برای در چنین مواردی مهر مثل لازم هست. یعنی نگاه می کنند که خواهرای اون خانم و بقیه در خانوادهش مثلا چه مقدار مهری مرسوم هست، به همون اندازه بهش تعلق می گیره. اما در صورتی که صرفا گفته شده باشد که مهریش یک جلد قرآن کریم هست، صرفا یک جلد قرآن کریم باشه، خب دیگه همون یک جلد قرآن کریم هست. اما اگر به گونه کلی مهریه نام گرفته نشده، در اون صورت مهر مثل میرسد. بوسیدن شوهر در جمع گناه هست یا نه؟ بوسیدن و عشق بازی جز مواردی هست که باید در محیط خانه باشه، جز اسرار خانوادگی هست. هر گونه حرف و حدیثی و هر گونه کاری که در واقع مخصوص زن و شوهر هست، باید در محیط خود خانه انجام بگیرد، نه در بیرون از خانه، و تمام این گونه موارد در واقع جزء اسرار زناشویی هستند و حفظ اسرار زناشویی هم برای زن و هم برای مرد کاملا محروم به اصطلاح واجب هست، جزء واجبات شرعی شمرده می شود. و یکی در روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که بدترین انسان کسی هست که در واقع اسرار زناشویی رو فاش بکند، یعنی کسی رو با همسرش به اصطلاح چه کاری رو کرده اون رو برای دیگران تعریف بکند. در روایت اومده که این دقیقا مانند این هست که یک فردی در ملأ عام در واقع این عمل رو انجام بده، عمل زناشویی رو انجام بده. حفظ اسرار زناشویی هر چی باشه، از حد بوسه گرفته تا بقیه موارد، جز اسرار زناشویی هستند و نباید در ملأ عام انجام بشن. سنگ کلیه دارم و آبجو حرامه که بخورم؟ بله، حرام که حرام هست. این که کسی سنگ کلیه داشته باشه و هیچ گونه دلیل به اصطلاح طبی و پزشکی وجود نداره که ثابت بکنه که برای سنگ کلیه باید آبجو بخورید، نه، چیزی که حرام هست تداوی با آن هم از نظر شرعی حرام هست، و چیزی که حرام قطعی هست به این دلیل و به این بهانه که شاید شفایی در اون باشه، نه، در حرام الله متعال شفایی رو قرار نداده، و خصوصا که امروزه دیگه برای هر دردی یک درمانی وجود داره، و دقیقا افرادی که
یعنی من اینطوری گمان میکنم که بیشتر این افراد شاید به افراد سادی هم باشند که از روی صداقت این سوال رو بپرسند، اما واقع این است که یعنی خیلی از افراد به خاطر این که بخوان یعنی آبجو بخورند و شراب بخورند اینو برای خودشون توجیه بکنند، میگن که برای سنگ کلیه دارم و دکتر گفته و فلان و بهمان گفته و چنین و چنان گفتم، من شنیدم که مفیده. نه، شنیدی که مفید است. اگر برای جسمت بالفرض که مفید باشه، برای دینت ضرر و زیان داره، از نظر شرعی جایز نیست. مادر پدرم فوت شدند، من چکار کنم که اونها از من راضی باشند و چه کنم که ثوابشون برایشون برسه؟ بهترین چیزی که شما می توانید برای پدر و مادرتون انجام بدهید دعای خیر هست. همین دعای خیر ساده، همین که بعد از هر نمازی برای پدر و مادرتون دعا بکنید که پروردگار اونها را ببخش، مغفرت بفرما، گناهانشان را معاف بفرما، در بهش جایگاه اونها را بلند بفرما، هر دعایی رو که در ذهنت میاد برای پدر و مادرت، بزرگترین و بهترین ایصال ثواب و نیکوکاری بعد از وفات پدر و مادر برای پدر و مادر همین دعا کردن هست. در روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که یکی از بندگان خدا، این جز اسرار غیب هست، از عالم غیب رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر دادند که الله متعال در بهشت جایگاه یک فردی را بالا میبرد و اون سوال میکند که پروردگارا، من که این همه عمل نیک و صالح نداشتم، از کجا این درجه و مقام به من رسیده؟ در جواب گفته میشود به دعای ولدک لک، بین به خاطر دعای فرزندت هست، چون که فرزندت بعد از وفاتت برای دعا کرده، این سبب شده که جایگاه تو دبین اندازه بالا برود و از بهترین مورد در این زمینه دعای خیر برای مردگان هست. بعد از این اگر تونستید در حد و توانتون بود حج براش انجام دادید، صدقه انجام دادید، عمره انجام دادید، این از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز هست، اما بهترین و راحت ترین مورد همین دعای خیر هست. حکم گناه کبیره چیه؟ حکم گناه کبیره این است که انسان باید توبه بکنه. بر هر انسانی واجب هست بعد از این که گناه کبیره ای رو انجام داده باید توبه بکند، و بعد از این که انسان صادقانه توبه بکند، الله متعال گناهان را میبخشد. هرچند که گناهان گناهان کبیره ای باشند، هرچند که انسان گناهانش بسیار زیاد باشند، نه یک گناه و دو گناه، هزاران گناه، ولو اینکه گناهان کبیره را انجام داده باشید، بعد از آن که صادقانه توبه بکنید، از گذشته خودتون پشیمان بشوید، از گناه دست بکشید و تصمیم بگیرید که گناه را دوباره تکرار نمی کنید و اگر حق الناس از حق الناس را بپردازید، الله متعال غفور و رحیم هست و گناهان شما را خواهد بخشید. وقتی دستشویی میروم حس میکنم چند قطره ادرار به صورتم برخورد میکند، وسواس دارم. ببینید، شما خودتون که میدونید که وسواس دارید، خودتون دارید میگویید که من وسواس دارم، به این خاطر من احساس میکنم. خب در وقت ادرار یعنی بعید هست که چنین اتفاقی بیفته که قطرات ادرار بر روی صورت انسان، شاید مثلا در عمر یک مرتبه اتفاق افتاده باشه، اما اگر شما آداب قضای حاجت را مراعات بکنید، مطمئن باشید که چنین اتفاقی نمیفته، و خصوصا امروزه هم که به صلاح سنگ دستشویی هست و چنین اتفاقی در واقع بعید هست. و به این موارد شما توجه نکنید. به صورت کلی بهترین علاج برای وسوسه این هست که شما به هیچ عنوان به این توجه نکنید. شما وضو گرفتید، طبق سنت وضو گرفتید، آداب قضای حاجت رو به اصطلاح انجام دادید. خب وقتی که رفتید دستشویی احساس میکنید که روی صورتتون به اصطلاح قطره به اصطلاح ریخته باشه، یا روی لباستون، خب اگر روی لباس باشه خب مشخص است، با چشم میبینید. اگر روی صورت هم بالفرض هم که باشه خب مشخص است، میبینید. خب اون رو آب میکشید و سلام دیگه، وضو بعد از آن وضو میگیرید و به هیچ عنوان این گونه موارد رو روش حساب باز نکنید.
به هیچ عنوان، ولو این که وضو گرفتید بعضا احساس کردید که وضوم شاید درست نباشه، نه، شما طبق سنت و روش رسول الله صلی الله علیه وسلم وضو گرفتید، بقیهش را واگذار بکنید به الله متعال. پروردگار، اون چیزی که تو و پیامبرت فرمودی، راه و روش اسلامی را من عمل کردم، همون بر طبق سنت من وضو گرفتم، و بر اساس اون شما نماز خودتان رو بخونید، بعد از اون رو واگذار بکنید به الله متعال. حکم گرفتن شیربها چیست؟ ما چیزی به عنوان شیربها نداریم، یعنی این که کسی مثلا شیر خودش را یعنی بفروشد، شیری را که به فرزند خودش داده. خب وقتی که شما شیر خودتون را شیربها از یعنی فرزند میگیرید، یعنی این که شما دیگه از این فرزند هیچ حق و حسابی را طلب ندارید. خب اون پدری شما، پدر و مادری شما، اون کجا رفته؟ و این به هیچ عنوان این جایز نیست که شما چیزی رو به عنوان شیربها از دامادتون بگیرید، یا همین شیربها رو از خود دخترتون، از خود پسرتون مثلا بگیرید، ادعا بکنید که تو کودک بودی، من نمیدونم 2 سال به تو شیر دادم و الان حق شیرم پول منو بیاره بده. نه، چون این چیزی نه، حق فرزند هست. همون گونه که پدر و مادر بر فرزند حق دارند، فرزند هم بر پدر و مادر حق دارند. این که شیر بدهید، در 2 سال فرزند رو شیر بدهید، جز حقوق فرزند هست. در مقابل این شما حق ندارید که پولی رو مطالبه بکنید، نه از خود فرزندتون و نه از خواستگار و دامادش. این یک راه به اصطلاح کار غیر اسلامی و از نظر شرعی حرام هست. فروختن شیر یا گرفتن حق شیر هیچ گونه مستند شرعی نداره و هیچ کسی چون این حقی رو نداره که شیربها بگیره. اساسا به صورت یک حکم کلی فروختن اعضای بدن، هر چی که باشه، فروختن اعضای بدن، مشتقات بدن انسان از نظر شرعی حرام هست و جایز نیست، چه به عنوان الان شیربها باشه یا به هر عنوان دیگری که باشه. این از نظر شرعی حرام هست و جایز نیست. مردها می توانند موهای بدن را بزنند؟ بله، موهای بدن، اگر منظورتون موی بدن دست و پا هست، از نظر شرعی جایز هست. گرفتن موی دست و پا، زدن موی دست و پا از نظر شرعی مباح و جایز هست، اشکالی ندارد. برگرداندن زن بعد از طلاق را توضیح بدهید. این بستگی داره به نوع طلاق شما که چه نوع طلاقی داشته باشید و طلاق چندم باشه. اگر مرد زنش را 1 طلاق بدهد، ببینید از نظر شرعی طلاق دادن یک راه و روشی داره، یک روش مسنونی داره که رسول الله صلی الله علیه وسلم اینو برای ما بیان فرمودن. اولا که زن را اگر نیازی به طلاق بود، تمام موارد قبلی را یعنی از نصیحت گرفته تا اینکه دخالت پدر و مادر و حکم بین به اصطلاح 2 تا خانواده گرفته، مسائل ریش سفید و مولوی و این هر راهی را که شما امکانش هست و احتمالش هست که یعنی این زن و شوهر به هم دیگر برگردند، با هم دیگر آشتی بکنند و دوباره به هم دیگه با هم دیگر زندگی بکنند، اینها را باید طی بکنید. بعد از این به یک مرحله رسید که هیچ چاره جز طلاق نباشه، در اون صورت مرد می تواند که زنش را طلاق بدهد. طلاق باید در حالت طهر باشه، یعنی در حالتی که زن در عادت ماهیانه نباشد، و حتما باید در یک طهری باشه که این زن و شوهر با هم دیگر نزدیکی نکرده باشند. ببینید این شرایط رو شریعت قرار داده تا این که طلاق دادن یک طلاق دادن واقعی باشه، بر اساس نیاز باشه. یعنی در یک در حالت فرض کنیم زنی به طور مثال 1 هفته در حالت عادت ماهیانه هست، خب زن و شوهر با هم دیگر همبستر نبودن در این مدت، خب طبعا در این مدت با گذشت 1 هفته 10 روز زن و شوهر به هم دیگر رغبت پیدا کنند، و بعد از این که زن پاک بشود، خب شاید مثلا خواسته باشن با هم دیگر هم بستر بشن. اما شرط شریعت اینه که در همچنین طهری زن رو طلاق بده که با هم دیگر هم بستر نشده باشن. چرا؟ چون که به هم دیگر خیلی علاقه دارن. اگر واقعا قضیهشون به صلاح قضیه جزئی باشه، خب هم بستری میکنن و دوباره به هم زندگی خودشون برمیگردن. اما اگر واقعا قضیه بسیار شدید باشه، خب شاید مثلا این با هم دیگر هم بستری نمی کنند و میتونه که در این طهری، در طهری که با هم دیگر هم بستری نکرده باشند، صرفا 1 طلاق میده.
صرفا یک طلاق. این که زن رو دو طلاق بدید، سه طلاق بدید، 130 طلاق بدید یک جا، این خلاف شرع، حرام شرعی است، از نظر شرعی جایز نیست. حتما باید یک طلاق داده بشود، آن هم در حالت طهر و طهر و پاکی که در آن طهر هم بستری صورت نگرفته باشد. بعد از آن بر زن عده لازم هست. عده یعنی چی؟ یعنی این که زن در مدت تا 3 عادت ماهیانه انتظار بکشه و تا این مدت که تقریبا حدود 3 ماه هست، شوهر باید حساب و کتاب خودشو بکنه، سبک و سنگین بکنه که میتونه دوباره با این زن زندگی بکنه. خب تا 3 ماه اگر قرار باشه دور باشه، دیگه هم زن دیگه حساب و کتاب خودشون میکنه، به گذشته خودشون مرور میکنن و بررسی میکنن اشتباهات خودشون رو. اگر نیازی بود و میتونستن دوباره با هم دیگر زندگی بکنن و به این نتیجه رسیدن، خب در مدت این 3 ماه یا 3 عادت ماهیانه این زن و شوهر دوباره به هم دیگه برمیگردن. چطور برمیگردن؟ با زبان همین که شوهر بگه که نه، من زن خودم رو میخوام، من زن خودم رو مثلا میخوام، این میشود رجوع. یا این که عملا زندگی خودشون رو ادامه دادن، با حرف چیزی نگفتن، نگفتن که رجوع کردن، اما عملا دارن با هم دیگر زندگی میکنن، خب همین هم رجوع هست، یعنی با هم دیگر رجوع کردن. این یک طلاق دیگه واقع شده، این یک طلاق واقع شده. بالفرض این که زن به اصطلاح شوهر زنش رو طلاق داده بود و این 3 عادت ماهیانه گذشت در طول این 3 مدت، 3 عادت ماهیانه یا 3 ماه، شوهر هیچ گونه رغبتی به زن اعلام نکرد، نگفت که من زنم را میخوام و عملا نرفت با اون زندگی نکرد، جایی اظهار نکرد که این زن من هست، در این صورت طلاق واقع می شود، اون یک طلاق. بعد از این طلاق چی می شود؟ این یک طلاق را می گن طلاق باین هست، بینونه صغرا گفته میشه. این یک طلاقی که افتاده به این معنی که این زن و شوهر دوباره می توانند با هم دیگر ازدواج بکنند، اگر خواسته باشند، بعد از طلاق اول و بعد از طلاق دوم، بعد از این که عدت تمام شده باشه، می توانند دوباره با هم دیگر ازدواج بکنند با مهر جدید و عقد جدید. اما اگر قبل از 3 ماه بخوان دوباره به هم دیگر بر بگردند، 3 ماه منظور همون 3 عادت ماهیانه، در اون صورت هیچ گونه شرطی شروطی وجود نداره، صرفا همین که به هم دیگر برگردند این می شود دیگه به اصطلاح یعنی رجوع شرعی و زن و شوهر همدیگر میشن، میتونه با همدیگر ادامه بدن. چقدر حرف میزنی، یکم به کامنت های ما برس. خب شما میگید حرف بزن، شما سوال میکنی، من مجبورم که جواب بدم و بعضی از سوالات نیازی به یک مقدار توضیح داره و کامنت ها یعنی در حدی هست که من یعنی تمام پیام های شما متاسفانه نمیتونه همه رو دریافت بکنم، همه رو پاسخ بدم و خودتون رو شانستون که کدوم سوال به دید من برسه. بهترین دعا برای پدر و مادر چیست؟ بهترین دعا برای پدر و مادر دعای مغفرت است. چیزی که انسان نیاز داره در روز قیامت مغفرت گناهان هست. این که انسان الله متعال انسان رو از جهنم نجات بدهد و به بهشت رو ببرد. این بهترین دعا هست. حکم خود ارضایی چیست؟ خود ارضایی یک کار غیر اخلاقی و غیر فطری هست و راه فطری که برای دفع شهوت در شریعت اسلامی بیان شده و راه طبیعی هست همون ازدواج هست. حکم خریدن به اصطلاح ماشینی که مصادره شده مال مواد مخدر. ببینید اگر شما میدونید که این مال برادر مسلمانتون هست، مال برادر مسلمانتون هست، الان به هر دلیلی مصادره شده باشه، چه به دلیل حقی باشه چه به دلیل ناحقی باشه، به نظر من در این گونه موارد شما باید پرهیز بکنید. به حد در حد اقلش کمترین شبهش این است که در این شبه وجود داره و از اون باید پرهیز بکنید. کسی که شرایط ازدواج ندارد دوست دختر داشتن گناه میشه؟
100% گناهه، مگر که امکان داره که دوست دختر داشتن در شرایطی مثلا حلال شده باشه. نه، حلال حلال قطعی هست. خواهر و مادر برای همیشه حرام هستند. اینکه انسان مثلا شرایط ازدواج نداشته باشه، مگر می شود خواهر و مادر یا خواهر و مادر دیگران برایتون حلال باشند؟ چون این چیزی، یعنی این اصلا معقول نیست که کسی چنین سوالی را بپرسه. قطعا یعنی این که انسان شرایط فراهم نشده باشه و سراغ رابطه حرام بره، به هیچ عنوان گناهی رو از دوشش کم نمیکنه و گناهش قابل توجیه نیست. روزه های دوره پریودی بعد از پاک شدن نمازش قضا داره یا نه؟ نه، در وقت به اصطلاح عادت ماهیانه و همچنین در حالت نفاس. در حالت نفاس، یعنی خونریزی بعد از زایمان و همچنین عادت ماهیانه، اینها صرفا اگر در ماه رمضان باشه و زن روزه نگیرد که نباید روزه بگیرد، این روزه قضا دارد. اما نمازی که در حالت عادت ماهیانه ترک می شود که نباید نماز بخونه، این هیچ گونه قضایی نداره، هیچ گونه قضایی نداره و در واقع ثواب نماز به شما کامل می رسد. ثواب نماز به شما کامل در اون موقع میرسد، زیرا که شما بر اساس یک حکم شرعی نماز رو ترک کردید، گناهی برگردن شما نیست. پس بنابراین از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها سوال شد که چرا زنی که در حالت عادت ماهیانه هست نماز رو روزه رو قضایی می آورد و نماز رو قضایی نمی آورد؟ حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمودند که ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم دچار این حالت می شدیم. به ما گفته می شد، دستور داده می شد که روزه را قضا بیاورید و نمازها را قضا نیاورید. و این حکم شرعی هست، یک تخفیفی هست و یک سهولت و آسانگیری هست که الله متعال برای زنها در این ایام به اصطلاح قائل شده. حکم پوشیدن انگشتر نقره با سنگ فیروزه برای مرد از زیستگاه اسلام جایز هست یا خیر؟ بلی، هیچ اشکالی نداره. برای مرد از نظر شرعی جایز هست که از انگشتر نقره و هر گونه نگینی داشته باشه، از نظر شرعی اشکالی نداره. منتها بعضی از مواردی هست که به صلاح، یعنی مردم فکر می کنند که به طور مثال نمیدانم نگین چنین و چنانی باشه، نمیدانم برکت داره، نمیدانم رزق میاره، نمیدانم مصیبت رو دفع میکنه. اینا خرافاته. هیچ گونه سنگی و هیچ گونه نگینی و چنین تأثیری رو نداره. اگر کسی به این نیت بپوشه که این انگشتری نمیدونم بدی رو از من دفع میکنه یا برای من رزق و روزی میاره، برای من برکت میاره، این از نظر شرعی جایز نیست. اما اگر معمول هست یک انگشتری رو یعنی میپوشه که هیچ گونه اعتقادی به اون نداره، هیچ گونه قداستی رو برایش قائل نیست، به عنوان یک انگشتری هست، به عنوان یک زیبایی و یک پوشش هست، از نظر شرعی اشکالی نداره. مرد میتواند که انگشتر نقره یا طلای سفید، یا طلای سفید باشه، باز هم از نظر شرعی اشکالی نداره. تنها طلای وسلا که معروف هست، طلای قرمز، از نظر شرعی این برای مردان جایز نیست، اما طلای سفید یا نقره اشکال شرعی ندارد. آیا بدلیجات برای زن حرام هست؟ نه، اشکالی نداره. مواردی دیگر، فلزاتی، بدلیجاتی که حسن به عنوان یک زینت و آرایش هستند، در این زمین ممنوعیتی وارد نشده، به صورت کلی جایز هست. خوردن خیرات هایی که در قبرستان هست و جایز هست یا جایز نیست؟ ببینید، خود این عمل، یعنی در برخی از جاها مثلا به قول معروف یعنی مردگانی میدند و یعنی روز نمیدونم سوم و روز چهلم و رو میدونم بعد از یک هفته مثلا جز مرسوم شده بعضی جاها که برای میت مثلا خیرات میدن. این از نظر شرعی چون این چیزی جایز نیست. این که شما روزی رو تعیین بکنید برای صدقه دادن، برای خیرات دادن، این از نظر شرعی جایز نیست و خلاف سنت رسول
رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. اگر میخواهید به مردهتون ثواب برسد، خب این رو بدون نام و نشان، بدون این که شما رسم و رسومات و بدعتی رو زنده بکنید، به مرده خودتان شما برایش صدقه بدید، برایش خیرات بدید. این که به بهانه این که به مرده شما و به عزیز از دست رفتهتون ثوابی برسه، شما یک کار بدعتی رو انجام بدید و یک بدعتی رو رواج بدید، این از نظر شرعی جایز نیست. شما در هر وقتی خواسته باشید به نیت این که ثوابش به مرده شما برسد، در هر وقتی که باشه بخوای خیرات بکنید، از نظر شرعی مشکلی وجود نداره. اما این که مشخص بکنید جز عادات و رسوم باشه که اگر این کار رو انجام ندهید مردم طعنه میزنند که فلانی برای مرده خودش خیرات نگرد و نمیدونم جلسه ترحیم نگرفت و روز سومش و 44 ماهش نمیدونم دعوتی نداد، این در واقع بدعت هست. شما این رو به خاطر الله متعال ندادید، نه به خاطر ثواب دادید، نه به خاطر الله دادید، بلکه به خاطر حرف مردم دادید. اون کاری رو که به خاطر حرف مردم دادید، این در واقع نباید انتظار ثوابش رو هم داشته باشید، نه برای شما ثوابی داره نه برای مردهتون. اما اگر میخواید هم برای خودتون و هم برای مردهتون ثواب داشته باشه، اون رو باید خالصانه صرفاً برای رضایت الله متعال بدید و دعا بکنید که الله متعال ثوابش رو به مردهتون بده. اما این که چون که در روز سوم مردم منتظرند اگر من این کار رو نکنم مردم بد میدانند و میگند که فلانی به مردش اهمیت قائل نشده، شما اینو به خاطر حرف مردم میدید، به خاطر طعنه مردم میدید، انتظارش رو هم نباید از الله متعال داشته باشید. اما به عنوان یک حکم اصلی، آیا خوردن چنین غذایی حرام هست یا اینکه حلاله؟ اصل غذا وقتی که حلال هست حلال دیگه. کسی چون که این رو در روز سوم برسون که وفات که عزیزی از دست رفته این رو غذا رو داده، این دلیل بر این نمیشه که خود غذا حرام باشه. درسته که این عمل از نظر شرعی جایز نیست، اما گوسفندی رو که ذبح کردن خب مال مسلمان بوده، مسلمان اون رو ذبح کرده، مسلمان اون رو پخته و مسلمان اون رو داده داره میده به فقرا که از اون بخورن، هیچ گونه ممانعتی در این زمینه وجود نداره. میدونم که بعضی از عزیزان شاید رو این حرف حساسیتی داشته باشند، چون که بسیار از علما گفتند که این حرام هست، اما دلیلی برای حرمتش نیست. خود این عمل از نظر شرعی بدعت هست و بدعت گرایی از نظر شرعی جایز نیست. عرض کردم که اگر به خاطر حرف مردم این کار رو میکنید، اصلا کارتون ثوابی نداره، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر روایتی که قدسی هست میگه الله متعال فرمودن هر کسی که در یک عملی با من غیر مرا شریک بگردانند، الله متعال میگه ترکته و شرکه، یا انا اغنى شرکای ان شرک، من بی نیازترین شریکان از شراکت هستم، الله متعال نیازی نداره و این عملتون هیچ گونه پاداشی رو برای شما نخواهد داشت. اما اگر به خاطر رضای الله متعال میدهید، نباید در اون ایامی که جزء بدعات هست و جزء رسوم هست در اون ایام این کار رو انجام ندهید. اما خود قضا از نظر شرعی حرمتی نداره. مادر فوت کرده، یارانه‌اش رو هنوز قطع نشده، این یارانه‌ای که بعد از وفاتش هم بالفرض اگر به اون تعلق میگیرد، از نظر شرعی مال تمام ورثه هست، اگر مال تمام ورثه هست. اما اگر بگونه باشه که یعنی تا زمانی که قطع بشه، نمیدونم از نظر به اصطلاح قانون به چه صورت هست، اما هر گونه مالی که به میت برسد، مال میت باشه، بعد از وفات اون برسه، به طور مثال فرض کنیم که حق به اصطلاح حقوق بازنشستگیش باشه، تمام این موارد در واقع جزء میراث شمرده می شوند و بر همان اساس میراث باید با اون برخورد بشه. یه مالانه من چهره شما رو می بینم یاد پدر مرحومم می افتم، لطفا سر نمازتون هم برای پدر و مادر من دعا بکنید. الله متعال تمامی مردگان ما و شما را الله متعال مغفرت بفرماید. این مردن راهی هست که همه من و شما باید بریم، چه خواسته چه ناخواسته، چه آماده باشیم چه آماده نباشیم،
این راه رو باید بریم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه به ما توصیه کرده که اذکرو هادم اللذات، یا هادم اللذات که اون موردی رو که لذت ها رو از بین میره، اینو همیشه یادتون باشه، فراموش نکنید. کسی که همیشه در یاد هست که من سفری در پیش دارم، برای سفرش در واقع آمادگی میگیره. اما کسی که آخرت خودش رو فراموش بکنه و آمادگی نگیره برای آخرت خودش و پایبند احکام شرعی نباشه، این کسانی هستند که در دنیا و آخرت زیانکار خواهند بود. آیا نگه داشتن از مادر وظیفه پسر آخر هست؟ وظیفه کسی هست که حق پسری رو، حق فرزندی رو میخواد ادا بکنه. ببینید، در مورد این که پدر و مادر شما به سن پیری رسیدند، پدر و مادر یک عمر برای شما زحمت کشیدند، هم برای پسر اول، هم برای پسر آخر، هم برای دختر اول، هم برای دختر آخر. اما این که تمام خواهر و برادر این کار رو بگذارند برای پسر بزرگتر به طور مثال، یا برای پسر کوچکتر، این در واقع یک نوع بی‌حرمتی به پدر و مادر هست. پدر و مادر بر تمام فرزندانشون حق دارند و این افتخار نمیدونم نصیب کدام یک از فرزندان بشود که الله متعال این خدمت گذاری رو نصیبش بکنه که در آخر عمر پدر و مادرش در واقع به اون خدمت بکنه. انسان مسلمان و باید یعنی بجنگید شما برای این که دعوا داشته باشید سر پدر و مادر پیرتان، هر کدوم بگید که من باید خدمت گذاری بکنم. این آخرین فرصتی هست که در واقع شما می توانید که رضایت الله متعال را جذب کنید برای خودتون و دین و دنیای خودتان را، دنیا و عاقبت خودتان را در واقع آباد بکنید با خدمت به پدر و مادرتون. اما این که خدمت پدر و مادر را شما هر کدوم برگردن کسی دیگر بندازید که من چون کوچکترم پس بنابراین وظیفه من نیست، اون میگه چون که من بزرگترم و مشغولترم باید دیگران این کار رو بکنم، نه، هر کسی باید بر تمام فرزندان پدر و مادر در حالت پیری حق دارند و همهشون باید کوشا باشند، سعی بکنند که همهشون در این کار حتما باید مشارکت بکنند. برای طلب شفاعت برای بیمار چه دعایی رو بخونیم؟ طلب شفاعت، حتی منظورتون طلب شفا هست برای بیمار. برای طلب شفا هر دعایی رو که شما بخوانید از نظر شرعی اشکالی نداره. با زبان خودتون دعا بکنید که پروردگارا، یعنی بیمار ما را شفا بده، با زبان خودتون محلی هم دعا بکنید، اشکالی نداره و جایز هست. اما دعاهای شرعی که در این زمینه اومده که اللهم رب الناس اذهب الباس انت الشافي لا شفاء الا شفاك، روایات دیگری در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده. وقتی غسل میگیرم بینیم نمیسوزه، آیا غسل قبول میشه؟ بله، شرط نیست که حتما باید بینی بسوزه. و همین که شما آب را در بینی بکنید، بالا بکشید و دوباره اون را استنثار بکنید و در واقع بینیتون رو پاک بکنید، از نظر شرعی غسل شما کاملا صحیح است. نیازی نیست که حتما بینی شما بسوزد. خانمی که سرلخت قرآن بخواند اشکال دارد؟ نه، هیچ گونه اشکالی ندارد. برای تلاوت قرآن پوشیدن سر برای خانم ها واجب نیست و بدون این که مثلا حجاب داشته باشند، سرشون مثلا روسری یا چادر سرشون باشه، اگر قرآن بخواند هیچ گونه اشکال و ممانعتی در این زمینه وجود ندارد. چندین بار این سوال رو پرسیدم ولی هنوز جواب نگرفتم. سوالم اینه که رنگ کردن موی سر و ریش با رنگ سیاه حکمش چیست؟ این رنگ کردن فریب دادن به دختر برای ازدواج نیست. شما چندین مرتبه پرسیدید و منم چندین مرتبه اینو پاسخ دادم. الان شما ندیدید و نشنیدید، مشکل از بنده نیست. ببینید، برای
رنگ کردن مو خودش سنت هست، جزء سنت هایی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم به آن تشویق کردند و در حدیث صحیح مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که غیروا هذا الشیب، این پیری رو تغییر بدید. اینو برای پدر ابوبکر صدیق گفتن وقتی که ایشون آوردن و موی سرش و کاملا سفید بود، ایشون فرمودند که اینو تغییر بدید و جنبوه السواد یا اجتنب السواد، منتها از رنگ سیاه پرهیز بکنید. ببینید در اینجا برای این که رنگ دیگری باشه بل اتفاق جایز هست و عرض کردم که بلکه سنت هم هست، هر رنگی که باشه، رنگ حنا باشه، رنگ تیره باشه، از نظر شرعی اشکالی نداره. اما خود رنگ تیره کاملا که سیاه سیاه باشه و تیره باشه، اینو برخی از علما یعنی گفتند که جایز نیست. حتی برخی از علما در کتاب خودشون اینو جز گناهان کبیره هم در واقع ذکر کردن. اما نظر بنده در این زمینه این است که این حدیث یا حدیث دیگری که در این زمینه هستند دلیل بر حرمت رنگ سیاه نیست. دلیل بر حرمت رنگ سیاه برای خانم ها یا برای آقایان نیست، بلکه خود این بسلا جمله آخر این روایت که اجتنب السواد، این یک جمله بسلا مدرج هست، قول راوی هست و جز حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. و بالفرض هم که جز حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، باز هم دلیل بر حرمت رنگ سیاه نیست و از نظر شرعی رنگ سیاه بسلا ممنوعیتی برایش ثابت نشده و خصوصا برای در مواردی که مثلا برای فریب دادن طرف نیست. اما اگر فریب دادن طرف هست، خب اون یه بحث جداگانه هست. برای پنهان کردن سن و سال باشه و شما فردی یک دروغی رو گفته، میخواد دروغ خودش رو توجیه بکنه، خودش رو جوان جلوه بده، اون یه بحث جداگانه است. اما اگر زن و شوهر، مردی زنی یاران مجرد یا متأهل خواسته باشند که موی خودشون رو رنگ بکنند، ولی اینکه رنگ سیاه باشه، از نظر بنده هیچ گونه اشکال و ممانعتی در این زمینه نیست. اگر فرزند یتیمی بسلا بیاریم و پرورش بدیم و مادر هم شیر نداشته باشه چه کار بکنیم؟ در این زمینه باید یکی از محارمون رو شیر بده. الان مادر شیر خود نداره، خب خواهر شیر بده، خواهر زاده شیر بده، خانم مثلا شیر بده که در واقع محرم شرعی شما قرار بگیره و این یک کار انسانی هست که شما چنین کاری رو انجام بدید. یعنی یک فرزندی رو و این نوزادی رو که سرپرست نداره، الان پدر و مادرش به هر صورتی اون رو رها کردند یا از دنیا رفتند، این در واقع بچه یتیم که هست، یعنی اینکه پدر و مادرش از دنیا رفتند، یا حتی مواردی که کسی به اصطلاح یعنی بچه بی سرپرستی باشه، پدر و مادرش هم معلوم نباشند، کسی بخواد که اون رو تربیت بکنه و اون رو پرورش بده، از نظر شرعی اشکالی نداره. منتها هر کسی باید به اسم خودش باشه. این حق هر نوزادی هست که باید به اسم پدر و مادر اصلی خودش باشه. جایز نیست که شما فرزند کسی دیگر را فرزند خودتون به نام خودتون ثبت بکنید و فرزند خودتون اعلام بکنید. این از نظر شرعی اشکال داره، جایز نیست. اما پرورش دادن و تربیت کردنش یک کار انسانی و کار بزرگی هست. آیا از زنی از دادگاه طلاق میگیرد مرد موافقت نکند طلاق داده می شود؟ می تواند برود زن شوهر دیگری بگیرد؟ ببینید زن در واقع مانند مرد هست، یعنی حقوقی که در زندگی زناشویی هست یک حقوق متقابلی هست. اگر موردی ثابت شده باشه که مرد حقوق زناشویی رو، حقوقی رو که بنابر عقد نکاح برگردنش واجب شده، اون حقوق رو به اصطلاح مراعات نمیکنه، حق شوهر رو، حق زنش رو پرداخت نمیکنه، الان در چنین موردی زن رفته باشه، شکایت کرده باشه، دادگاه طلاق داده باشه، خب طلاق معتبر هست. در صورتی که
و معمولا هم وقتی که دادگاه به صلاح تلاقی رو رأی رو صادر میکنه چندین مرحله داره و چندین مرحله باید مشاوره برن دو طرف و چندین مرحله اعلام میکنند و احضاریه میفرسته برای طرف و طرف در صورتی که مخسر باشه طلاق ندهد در این صورت طلاق از نظر شرعی واقع هست. اما اگر در صورتی باشه که هیچ گونه عیب و ایرادی نداره و رأی دادگاه رأی به اصطلاح واقعی نیست، زن و شوهر با هم دیگر هیچ گونه مشکلی ندارند به طور مثال و به اصطلاح یعنی تمام حقوق مادی و معنوی و زناشویی رو مثلا شوهر ادا کرده باشه، در این صورت طلب طلاق از نظر شرعی جایز نیست. قربانی کردن برای رضای خداوند برای فرزندی که خداوند عطا می فرماید، این رو اسمش هست عقیقه. از نظر شرعی عقیقه جز سنت های مؤکده هست، سنت مؤکده هست. وقتی که نوزاد به دنیا میاد اگر پسر بود دوتا گوسفند برایش قربانی بکنید و اگر که دختر بود یک گوسفندی. شرایطش دقیقا همون شرایط قربانی هست، عضهیه دقیقا همون شرایط رو داره که در روز هفتم این بهتر است که ذبح بشه. روز هفتم ولادت، هفتم بود بیست و روز چهاردهم یا روز بیست و یکم یا هر وقتی که توانستید، این جز سنت های مؤکده هست. مولوی شما ایرانی هستید یا خارجی هستید؟ ما ایرانی هستیم دیگه، بلوچ ایرانی. الان چه فرقی میکنه؟ من دارم با شما به زبان ایرانی صحبت میکنم، الان کجایی باشم دیگه مهم نیست. زکات چی هست؟ زکات یک عبادت مالی هست، یک عبادت مالی که الله متعال بر بعضی از اصناف این رو الله متعال مشخص کرده. کسی پول نقدی داره، طلا دارد، نقره دارد، یا اموال تجارت دارد، یا اینکه به اصطلاح کشاورزی و موارد مشخصی دارد، یا دامداری دارد، این مواردی هست که از نظر شرعی زکات دارد. زکات حق مال هست، حق مال و یک عبادت مالی هست. و زمانی که مال شما به حد نصاب برسد، حد نصاب یعنی یک مبلغ مشخصی و تعیین شده برسد که تقریبا حدود 85 گرم طلای 24 عیار هست، این شرط اولش که پول شما یا طلای شما یا اموال تجارت شما به معیار به اندازه 85 گرم طلای 24 برسد، در اون صورت به این مال شما زکات تعلق میگیرد. و شرط دومش این است که یک سال کامل بر آن گذشته باشد، یک سال کامل بر آن از تاریخی که شما این مال رو به دستتون اومده، طلا رو خریدید و این مغازه رو افتتاح کردید، بعد از این که به حد نصاب برسد و یک سال کامل بر اون گذشته باشد، در این صورت به اون زکات تعلق میگیرد و زکاتش صرفا 2.5% هست، یا به تعبیر عامیانه 41 هست. 41 یعنی کل اون سرمایه رو بعد از این که به حد نصاب رسید شما تقسیم بر 40 بکنید، یک قسمتش می شود حق زکات که باید به فقرا و مساکین بدهید. ظاهراً شارژ گوشی من هم به پایان رسیده و بیشتر از این دیگه متاسفانه فرصتی نیست که در خدمت شما باشم. بقیه سوالات رو انشالله میگذاریم برای موقعیت دیگر و فرصت دیگر. تا برنامه دیگر که در خدمت شما عزیزان خواهم بود، شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.